درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه سوم آگوست 2023 میلادی برابر است با 12 آمداد سال 1402 خورشیدی. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بر اساس دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه قضاییه در سفر آخرش به استان البرز مقدمات تعطیلی زندان رجای شهر در حال انجام و این زندان در حال تخلیه است. این مرکز روز پنجشنبه 12 مرداد گزارش داد که زندانیان محبوس در رجای شهر یا همان گوهردشت سابق در حال انتقال به زندانی دیگر هستند تا این زندان تعطیل شود. محسنی اژه‌ای علاوه بر دستورش در جلسه شورای اداری استان البرز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز 21 فروردین ماه هم گفته بود که این زندان باید تعطیل شود. دستور تعطیلی این زندان که سندی زنده از جنایات و اعدام‌های جمهوری اسلامی در دهه 60 و سال 67 است، به گفته ناظران با هدف زدودن رد جنایت‌های دهه 60 در این زندان، کنترل تجمعات مقابل زندان‌ها و ارتباطات زندانیان با خانواده‌هایشان انجام می‌گیرد. شاکر بوری تن‌پرداز منتقد در خوزستان و حبیب موسوی شاعر و نویسنده در گرگان روز 9 مرداد از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و خبری از آنها در دست نیست. مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان به نقل از فعالان شبکه‌های مجازی در خوزستان نوشت که شاکر بوری روز 9 مرداد و در پی مراجعه به اداره اطلاعات سپاه آبادان برای استرداد تلفن همراهش ناپدید شده است. شاکر بوری اهل خوزستان است و در ویدیوهای متعددی به زبان طنز به انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی‌ها و مشکلات پرداخته است. حبیب موسوی شاعر نویسنده و منتقد هم روز دوشنبه بعد از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شده و نزدیکانش هیچ خبری از او ندارند. ابتلای حبیب به بیماری‌ها و مشکلات جسمانی متعدد نگرانی نزدیکان او را درباره تداوم بازداشتش بیشتر کرده است. در ماه‌های گذشته احضار و بازداشت فعالان فضای مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است. از جمله مهدی اعتماد سعید هنرمند تئاتر که حدود 2 ماه پیش بازداشت شد. به گفته نزدیکانش مهدی اعتماد سعید از امکان داشتن وکیل، ارتباط با خانواده و پیگیری پرونده در روند شفاف و عادلانه محروم مانده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگا روز چهارشنبه 11 مرداد سامان یاسین زندانی سیاسی 27 ساله خواننده رپ و ترانه‌سرا از زندان رجای شهر به بند 8 زندان ابین منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع انتقال سامان یاسین به صورت فوری همراه با جمعی از زندانیان سیاسی با سابقه انجام گرفته است. سامان یاسین به تازگی از وضعیت ناپایدار جسمی و روانی خود به دلیل تزریق داروی ناشناخته و نیاز فوری خود به انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان خبر داده بود. او گفته بود که در مرکز روانپزشکی امین‌آباد به او آمپول تزریق شده و قاضی صلواتی و سایر مسئولین را مسئول سلامتی و جان خود معرفی کرده است. این معترض زندانی در نامه‌ای نوشته بود که ماموران بعد از انتقالش به بیمارستان روانپزشکی رازی در روز شنبه 31 مرداد او را مورد ضرب و شتم قرار داده و با اتصال شوکر برقی و بستنش به تخت به رغم مقاومتش به او دارو تزریق کردند. بر اساس این نامه سامان یاسین بعد از تزریق دارو بیش از 24 ساعت در بیهوشی به سر برده و بعد از به هوش آمدن هم دچار عوارض بینایی و عدم تعادل شده است. علی اصغر حسنی راد زندانی سیاسی سابق که بعد از صدور بخشنامه قوه قضاییه در بهمن ماه سال گذشته مشمول عفو شده بود، بار دیگر توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، 2 ماه قبل نیز نیروهای امنیتی به منزل مادر این زندانی سیاسی یورش بردند تا او را بازداشت کنند، اما موفق به دستگیری او نشدند. گفته شده که آقای حسنی راد در این مدت به شکل پنهانی در نوشهر زندگی می‌کرده است. مشخص نیست که علت تعقیب قضایی و جلب مجدد این زندانی سیاسی که پیش از این با بخشنامه قوه قضایی آزاد شده است چیست و درباره محل انتقال او نیز اطلاعی به دست نیامده است، اما موج احضار و بازداشت
مجدد افرادی که با بخشنامه موسوم به عفو قوه قضاییه آزاد شده یا پروندهشان مختومه اعلام شده بود افزایش یافته است. در ادامه اعتراض ها به پلمب کسب و کارهای اینترنتی در ایران از سوی حکومت، علی مجتهدزاده وکیل دادگستری گفت که همه شهروندان می توانند از حکومت برای چنین محدودیت هایی شکایت قضایی کنند و افزود مثلا در موضوع تاقچه شهروندان زیادی اشتراک داشتند و همه این شهروندان نه علیه تاقچه بلکه علیه نهادهایی که دست به چنین کاری زدند می توانند دست به شکایت بزنند. اما نگاه این آقایان چیز دیگری است و قانون را مسخره کردند و وقتی از قانون صحبت می کنیم آنها می خندند. او با هشدار به حکومت که اقداماتش حقوقی نیست و بیشتر جنبه تسویه حساب دارد گفت آقایان سلیقه خودشان را به اسم قانون به خورد مردم می دهند. کسانی که دست به چنین کارهایی می زنند نه از قانون سر در می آورند و نه چیزی از بازدارندگی متوجه می شوند. آنها فقط سلیقه هایشان را به اسم قانون به خورد مردم می دهند. این وکیل دادگستری افزود زمانی که بحث تسویه حساب است متاسفانه نگاه قانونی وجود ندارد و هرچه ما روزه قانون بخوانیم بعد بی قانونی بگوییم تأثیری ندارد. پیشتر و در پی اعمال محدودیت های حکومتی علیه پلتفرم های فروش آنلاین نظیر تاقچه در ارتباط با حجاب اجباری فعالان صنفی کسب و کارهای اینترنتی هشدار داده بودند که تداوم چنین محدودیت هایی پیامدهای وخیمی از جمله افزایش مهاجرت استارتاپ ها از ایران را به دنبال خواهد داشت و واکنش علنی نشان خواهند داد. مرکز اسرائیلی تحقیقات و آموزش آلما روز چهارشنبه در گزارشی عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال در دست گرفتن بخش‌های کلیدی صنایع دفاعی سوریه است. آلما بر تهدیدها علیه شمال اسرائیل متمرکز است و به طور منظم درباره ایران، حزب الله و دیگر تهدیدات در سوریه و لبنان گزارش منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش سوریه هنوز سرگرم تولید و ذخیره مواد شیمیایی در مرکز مطالعات و تحقیقات علمی با امکان استفاده نظامی در آینده است که این نقض توافق‌های بین‌المللی است. بر اساس این گزارش سرمایه گذاری سوریه در زمینه تسلیحات شیمیایی دهه هاست که تهدیدی جدی بوده. دولت بشار اسد قرار بود که تسلیحات شیمیایی خود را در جنگ داخلی سوریه منهدم کند، اما مرکز مطالعات و تحقیقات علمی همچنان به فعالیت در پروژه های مختلف ادامه می دهد. جمهوری اسلامی ایران هم در این پروژه ها مشارکت کرده است. آلما در گزارش خود نسبت به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان اسرائیلی در رویارویی های آینده علیه این کشور ابراز نگرانی کرده است. بران گنشوان در لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید.
پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در بیانیه ای بار دیگر تاکید کرد که منابع طبیعی و میدان گازی مورد مناقشه الدوره که ایران آن را آرش می نامد به صورت انحصاری متعلق به ریاض و کویت است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان آسپا، وزارت خارجه عربستان همچنین اعلام کرد که هر دو کشور از ایران خواستند تا در مذاکرات تعیین حدود مرزهای شرقی خلیج فارس شرکت کند. در این بیانیه آمده که عربستان و کویت بر اساس قوانین بین‌المللی یک طرف این مذاکرات بوده و در مقابل ایران قرار خواهند گرفت. ایران پیشتر توافق امضا شده بین عربستان سعودی و کویت برای توسعه میدان گازی الدوره را غیرقانونی خوانده و گفته بود که در این میدان سهم دارد. چند روز بعد از آنکه وزیر نفت کویت اعلام کرد که کشورش حفاری و تولید در این میدان را بدون انتظار برای پیوستن ایران به مذاکرات تعیین حدود مرزی آغاز می‌کند، ایران روز یکشنبه گفت که حقوق خود را در این میدان پیگیری خواهد کرد. روز چهارشنبه جواد اوجی وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی بار دیگر بر این مطالبه ایران پافشاری کرد. رسانه‌های دولتی روسیه روز پنجشنبه گزارش دادند که کرملین به دلیل اقدامات دیپلماتیک به اصطلاح غیر دوستانه نروژ علیه نمایندگی‌های روسیه، نام این کشور را در فهرست کشورهای خارجی غیر دوست خود اضافه کرد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوستی، کشورهای این فهرست در بکارگیری شهروندان روس به عنوان کارمندان محلی خود دچار محدودیت خواهند شد، به طوری که در شرایط جدید نروژ برای تکمیل نیروی انسانی در مراکز دیپلماتیک خود در روسیه تنها میتواند 27 کارمند محلی را به خدمت بگیرد. نروژ در ماه اپریل گذشته تعداد 15 دیپلمات روسی را به اتهام جاسوسی اخراج کرده بود. روسیه هم در تلافی به 10 دیپلمات نروژی دستور ترک خاک داد. نروژ در این حال اعلام کرد که هیچ دلیلی برای ادعاهای رفتار غیر دوستانه با روسیه وجود ندارد. وزیر امور خارجه نروژ در بیانیه‌ای به رویترز خاطر نشان ساخت که وضعیت امروز نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین است و روسیه خودش باید پایان جنگ را برگزیند. یک مقام وزارت مهاجران در حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 40,000 پناهجوی افغان تا یک ماه اخیر از ایران اخراج و به کشور خود بازگردانده شدند. عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان، روز پنجشنبه اعلام کرد که تقریبا 46,000 تن به خواست خود برگشتند و تقریبا 43,000 تن دیگر هم از جمهوری اسلامی ایران اخراج شدند، به خاطر اینکه آنها اسناد قانونی و اسناد زندگی کردن در آنجا نداشتند. هنوز مقامات جمهوری اسلامی درباره این آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان توضیحی ارائه نکردند. یک زن 33 ساله اهل روسیه که در پی ربوده شدن توسط یک مرد سالها در اسارت نگهداری می شد و مورد تجاوز قرار می گرفت، سرانجام توانست فرار کند.
کاترین آسی در سال 2009 و در سال 19 سالگی برای ملاقات با یک مرد 37 ساله به نام ولادیمیر به یک ایستگاه قطار محلی رفته بود و مرد این دختر را به خانه‌اش دعوت می‌کند، جایی که برای 14 سال او را به اسارت می‌گیرد. رسانه‌های روسیه به نقل از منابع پلیس می‌گویند که مرد مظنون احتمالاً در مقطعی یک زن دیگر به نام اوکسانا را به قتل رسانده است. هنگامی که ماموران پلیس خانه را تفتیش کردند، بقایای تکه تکه شده و پخته شده یک انسان را در انباری پیدا کردند که تصور می‌شود متعلق به اوکسانا باشد. کاترینا گفته است که مظنون با چاقو او را مجبور کرده تا برای قطعه کردن و بین بردن جسد اوکسانا به او کمک کند. تحقیقات پلیس بعد از آن آغاز شد که مادر ولادیمیر که با او در خانه زندگی می‌کرد تصمیم گرفت که به دلیل نوشیدن زیاد الکل و علائم حاد روانی پسرش را در بیمارستان اعصاب و روان بستری کند. مادر ولادیمیر که از ترس جانش از خانه خارج شده بود آمبولانس را خبر کرد و ولادیمیر به بیمارستان روانی منتقل شد. آنها اما فراموش کردند که در اتاق دختر را قفل کنند و اکاترینا نیز از این فرصت استفاده کرده و با فرار از آن خانه جان خود را نجات داد. لندگان عشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. همکار عزیز، سرکار خانم سارا ایرانی، سفر جاودانگی مادر عزیزتان را به شما و خانواده‌های وابسته صمیمانه تسلیت می‌گوییم. مدیریت، برنامه‌سازان و همکاران تلویزیون پارس. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم.
شرکت دیزنی ترکیه اعلام کرد که مجموعه مستند خود درباره مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه را از شبکه اینترنتی دیزنی پلاس پخش نخواهد کرد. اعلام این خبر موجب خشم ترکیه شد و سازمان دیدبان پخش برنامه‌های تلویزیونی این کشور گفت که درباره دلایل اقدام دیزنی تحقیق خواهد کرد. رسانه‌های محلی ترکیه و برخی منابع ارمنی مدعی هستند که لغو این مجموعه تلویزیونی به دلیل فشار ارامنه آمریکایی و لابی آنها با دیزنی صورت گرفته که مصطفی کمال آتاتورک را عامل کشتار گروهی ارمنی‌ها می‌دانند. مصطفی کمال آتاتورک در آن زمان به عنوان افسر ارتش عثمانی خدمت می‌کرد و به عقیده برخی در کشتار ارامنه در سال 1915 نقش داشته است. ابوبکر شاهین رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان پخش برنامه‌های تلویزیونی ترکیه سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت که هیئت عالی رادیو تلویزیون می‌خواهد تحقیقاتی را بر اساس اطلاعات عمومی مبنی بر اینکه دیزنی پلاس تصمیم گرفته این مجموعه پخش نشود آغاز کند. اکران فیلم باربی در ژاپن با مشکلات بیشتری روبرو شد. یک تومار آنلاین در این کشور از استودیوهای هالیوودی خواسته تا از نحوه تبلیغاتی که هولوکاست هسته‌ای را بی ارزش جلوه می‌دهد دوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این تومار که تاکنون بیش از 16,000 امضا را جمع‌آوری کرده، از استودیوی برادران وارنر و یونیورسال پیکچرز خواسته شده تا از هشتگ باربنهایمر که در فروش این فیلم تاثیرگذار بوده استفاده نکنند. در ژاپن که در روزهای آینده 78 سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی را گرامی می‌دارد، هشتگ باربنهایمر ممنوع ترند شده و بسیاری از کاربران از میم‌هایی که انفجار اتمی فیلم اوپنهایمر را با تصاویر بازیگوشانه فیلم باربی ترکیب کرده رنجیده شدند. این فیلم به دلیل نادیده گرفتن تخریب این سلاح در اواخر جنگ جهانی دوم در ژاپن و نابودی دو شهر بزرگ و کشته شدن بیش از 200,000 تن مورد انتقاد قرار گرفته است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای استپن، آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.